مصطفی دانشگر پژوهشگر دین و کنشگر سیاسی از دیربورن میشیگان مهمان بخش از برنامه هستند. آقای دانشگر خیلی ممنون برای فرصتی که به ما دادید. رویکرد 30 نماینده به اصطلاح غیر متعهد، اون آنکامیت دلگیت هایی که در مجمع ملی حزب دموکرات هستند رو چقدر مؤثر دیدید؟ شب هم موقع سخنرانی آقای بایدن تلاش کردن که پیامش رو منتقل بکنن. فکر میکنید استراتژی مؤثری داشتن برای اینکه خانم کاملا هریس رو تحت فشار بگذارن که چیزی رو بگی که مورد علاقه اونها هست یا خواست اونها هست؟ بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان شنوندگان صدای آمریکا. من تصور میکنم که خانم هریس در عین اینکه تلاش کرد که به دیدگاه های مطرح شده در کانونشن، در این کنوانسیون با به نحو تعاملی برخورد بکنه، در این حال به نحو متمایزی تداوم و پیوستگی اون شخصیت مستقل، مقتدر، کاریزماتیک و قوی خودش رو سعی کرد به نمایش بگذاره، شخصیتی که مرزبندی واضحی رو تلاش کرد ترسیم بکنه با کاندیدای بانوی و زن پیشین حزب دموکرات یعنی هیلاری کلینتون و به نحوی قانع بکنه هواداران حزب دموکرات رو که اون تجربه خانم کلینتون تکرار نخواهد شد، و در عین اینکه او شنونده خوبی است، در عین اینکه تلاش میکنه که بازتاب بده اون ملاحظات رو، ملاحظات دلیگیتورها رو به تعبیری، در عین حال هم تأکید بکنه و انگشت بگذاره بر ضرورت مرزبندی های روشن‌تر و به نحوی، من اگه بخوام تعبیر رو قدری مبالغه و مسامحه البته مطرح بکنم، به نحو رادیکال تری تأکید بکنه که لازمه به نحو رادیکال تری مواضع و اون افتراقات و مرزبندی ها در این انتخابات با توجه به رقیب مقابل، طرف مقابل که آقای ترامپ باشه، مطرح بشه. آقای دانشگر، میدونید که برشک بیش از 4000 هیئت نمایندگی اینجا حضور دارن و البته اینا 30 نفر بیشتر بودن، ولی با مذاکراتی که پشت صحنه انجام شد و خانم دانا برزیل و اینا دیگران یه دیگر مجاب کردن که از خانم هریس حمایت بکنن، ولی این چیزی کمتر از 1% هستن اینها در میان حزب دموکرات. آیا این استراتژی که بخوان مثلا آمریکا اعلام بکنه که ارسال سلاح به اسرائیل متوقف میکنه اصلا جوابگو هست؟ ببینید، مسئله اینه که رأی آوری خانم هریس، کاندیدای حزب دموکرات، گره خورده در این مرحله به نظر من تا حد زیادی به رأی یک ایالت کلیدی، ایالت میشیگان، و مشخصا در یک شهر یا مرکز تجمع مسلمانان این ایالت که شهر دیربورن، 7 اوگست آقای والز سفری داشتن به و نمایندگان خانم هریس به این شهر، و در این ملاقات حرف مهمی رو در ملاقاتی که با شهر میر و شهردار شهر دیربورن به عنوان مرکز تجمع مهمترین کامیونیتی و بزرگترین کامیونیتی مسلمان در ایالات متحده و حالا بعدن دیربورن هایتس این محدوده، و که شهردار دیربورن مطرح کرد، و اونم این بود که این در و اون دیوار ترک برداشت، چون بنا داشتن که در صورت تداوم کاندیداتوری آقای بایدن حمایت خودشون رو متوقف بکنند از حزب دموکرات و اساساً به نفع حزب دموکرات رأی ندن در این انتخابات. اما خب نحوه تعامل خانم هریس، انتقادات تندی که آقای عبدالله حمود هم به این اشاره کرد، شهردار نیویورک، که رتوریک خانم، سرسختی خانم هریس، رتوریک خانم هریس، و به نظر من در نهایت حزب دموکرات ناگزیره برای اینکه رأی این ایالت رو که ایالت سوینگ استیت و
آرا الکترالش از مجموع دو ایالت دیگه هم بالاتره، ناگزیره که درباره مسئله غزه، جنگی که ایالات متحده شما اشاره کردید در خاورمیانه غیر مستقیم درگیرش هست، در مورد صلح در غزه و در فلسطین و میان فلسطین و اسرائیلیان موضع و مواضع روشن‌تر، آشکارتر، به نظر من رادیکال‌تری بگیره. و به نظر من در آینده شاهد خواهیم بود که شاید فراتر از عدم ارسال سلاح هم ناگزیر بشه خانم هریس اگر بخواد این راه برد رو ادامه بده. و سرمایه گذاری روی میشیگان و مسلمانان دیربورن رو باید به صورت رادیکال تری این راه برد ادامه پیدا کنه.